صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ولعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خون که دیده چسون روز و شب، چرا از غم کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض السلام أدب واحترام خدمت همه شما حسینیان عالم. امیدوارم هر جا که هستید اوقات به کامتون بوده باشد، خاصه در این ایامی که به استقبال ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن مسترضا علیه آلاف و تحیت و ثنا می رویم و امروز هم که روز چهارشنبه متعلق به حضرتش هستش. ثواب این برنامه را هدیه می کنم محضر حضرت سامن الحجج ابوالحسن باشد که حضرت امام مهربانی ها امام رؤوف نگاه خاص به همه ما بفرماید و ما را بر سر معادن حکمت و معرفت خود حضرات آل الله بیش از این مزید نعمت عطا کنند انشاءالله. بحث ما مقتل آقا سید الشهدا روح الله الفدا هستش. کلمات حضرت ابوالحسن و افعال سید الشهدا روح الله الفدا راجع به ابوالحسن علی اکبر صلوات الله علیه را بررسی میکنیم و راجع به آن به اندازه بضاعت مزجاتی که حقیر دارم سخن عرض کردم خدمت انور همه شما مشتاقان و کسانی که در پی هستید به حقیقت کربلا دست بیابیم و بدانیم سید الشهدا روز عاشورا در این سرزمین چه کرده است. البته به حق معرفت که یارای درک بشریه نیست، ولی هر کسی اندازه ظرفیت خودش استعداد خودش میتواند درک معنا کند و انشاءالله حضرات عنایت کنند استعداد ما را در فهم معارف بالا ببرند انشاءالله. قل رب زدنی علما. مطلب به اینجا رسید که مرحوم کمره‌ای مترجم کتاب نفس المحموم، کتابی که ما در خدمت آن هستیم، نظر خودش را راجع به اینکه سید الشهدا روح الله الفدا زبان به کام حضرت ابوالحسن علی اکبر گذاردند را بیان کرد. جهت اول این گفت که
سید الشهدا با این فعل میخواستن به فرزندشان بفهمانند کلمه در شأن نیست ولی زیغ خناق لفظ است. حضرت ابوالحسن بداند که سید الشهدا روح الله الفدا بسیار تشنه کام است و به تشنگی سید الشهدا بیشتر پی ببرد. مطلب را این گونه به اصلاح رساندیم و عرض کردیم خدمت شما که حضرت سید الشهدا روح الله الفدا از آنجا که امام مهربانی است، از آنجا که حضرتش لطف عام دارد، لطف خاص دارد، لطف خاص الخاص دارد و از آنجا که رحمت واسعه الهی سید الشهدا روح الله الفدا و بقیه حضرات آل الله هر کدام به نوبه‌ای برای افرادی و در سید الشهدا صلوات الله علیه بیشتر محسوس است، مردم و شیعیان و کسانی که اتباع حضرتش دارند را سیر می‌دهد، از علم به عین و از عین به حق الیقین. راجبان در جلسه گذشته سخن مفصلا عرض کردیم، ولی باز هم جای سخن هست و ابعاد این مسئله را باید بیشتر سنجید. اگر به سنجش این مسئله یا انطباق این حرفی که حقیر زدم و بزرگان زدن البته انطباق این حرف باز هم در سیره انبیا و اولیا بخواهی چیزی بیابی و شاهد بر این مطلب اتخاذ کنی، عرض می کنم که آنجایی که ابراهیم علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا می خواهد که زنده شدن مردگان را به او بنماید و ببیند، خدا به او می فرماید آیا ایمان نداری؟ عرضه می دارد می خواهم یقین بیشتری پیدا کنم، که آن مسئله چهار طیر است و قرآن به آن اشاره کرده است. فخود اربعتا من الطیر و امت، چهار مرغ میگیرد آن مسائلی که میدانید در آن واقعه. خب اینجا علم ابراهیمیه را حضرت حق به حق الیقین میرساند، یعنی مطالبی که عرض کردیم میتوان تطبیق داد بر افعال انبیا و اولیاء دیگر. این که بگوییم حرف همین است و لا غیر، این حرف غلط است. هر کسی هم در هر مسندی این گونه بگوید غلط گفته است که حرف همین است که من میگویم. ابدا چنین نیست. حرف همان است که حضرات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین میگویند. دیگران برداشت میکنند، گمان زنی میکنند، اجتهاد میکنند. ما هم حرفی که با ابزار اجتهادیه و علم حق نزدیک است و معارض و تزاحمی با مطالب دیگر اعتقادی ندارد میپذیریم. این قاعده است. امروزه میگوین عقل خودت را حاکم کن. حالا عقل خودت منظور سلیقه نیست، بعضا سلیقه را حاکم میکنند و دم از عقل میزنند، که این هم مشکلی است در این ایام ایجاد کرده است که پناه به خدا میبریم که هر کسی به سلیقه خودش مفاهیم را بیان میکند، از دیگران هم انتظار دارد که این گونه که من میگویم باید بپذیرین. غلط است. القاء اعتقاد به دیگران، اعتقاد تحقیقی است، باید هر کسی تحقیق کند، ببیند، بسنجد، پارامترها را معرفی کردن از آنجا استنتاج کند و اعتقادات را برای خودش بچیند، بچیند مرتب. حضرت سید الشهدا روح الله الفدا و حضرت ابوالحسن علی اکبر از تشنگی خودشان بیشتر بکنیم. اینجا یک مطلبی را اضافه بر مطلب دیروز عرض میکنیم و آن مطلب این است، به دقت تمنا دارم به دقت گوش کنیم، این که محزون شدن بر آتش سید الشهدا از افعالی است که حضرت حق جل و علا آن را پسندیده است، درش ریب و شکی نیست. این که خداوند علی اعلی هرگاه سخن از کربلای سید الشهدا روح الله الفدا به میان کشیده است برای انبیاء سلف، از آدم ابوالبشر، بلکه قبل از آدم، برای لوح و قلم و روایاتی که میبینید و در دست هست، اشاره حضرت حق بیشتر به مسئله آتش سید الشهدا روح الله الفدا است. آتش ابی عبدالله حقیقتی است در این عالم محیر العقول. آنچه که ما از مادیات آتش درک می کنیم و جگر می سوزانیم همان حد اقلش، دقت کنید از سر می گیرم مطلب را، آنچه که از آتش سید الشهدا همان مادیاتش حس می کنیم، درک می کنیم، همان اقلش
و برای آن تباکی میکنیم، حتی نبکا تباکی میکنیم، همان مسئله کفایت است برای بهشتی شدن. یعنی اقل معرفت نسبت به مادیاتش تازه و آن هم تباکی نبکا کفایت بر بهشت میکند. این حقیقت رحمت واسعه الهی سید الشهدا روحی له الفدا. چه بسا کسی که دیگر در معنا غور کند، چه بسا کسی که در باطن امور وارد شود، او چه جایگاهی نزد حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین خواهد داشت. عطش سید الشهدا و حزن بر عطش سید الشهدا، گریه بر عطش آقا ابی عبدالله از مصوبات است. حضرت سید الشهدا روحی له الفدا اراده این کرده باشند که ابوالحسن علی اکبر ثمره فؤاد سید الشهدا بر این مسئله هزین تر گردد در لحظات آخر. بعید نیست که این حرف را هم بشود اینجا وارد کرد. اقامه مصیبت کردن نکته ایست، اقامه مصیبت کردن، این را بارها گفته ایم در مجالس مختلفه و به ضرس قاطع بر این مسئله ایستاده ایم که مصائب حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین فضائل آل الله است. نگمان کنی مصیبت چیزی غیر فضیلت که آن دهان شکسته هم بخواهد به تو بگوید انقدر از مصائب میگویی که تو اهل بیت را نستجیر و بالله کلمه ای که او به کار میبرد را به کار نیبرم و کسانی که دنبال رو هستن که کلمه ای از پایینی و کوتاهی است نمیتوانم به زبان بیارم. نمیدانم بعضی ها چقدر بی حیا هستند، من حتی در نقل قول هم نمیتوانم به زبان جاری کنم آنچه که آنها میگوید. تو مصائب را از فضائل نمیدانی که به این مصیبت گرفتار شده ای که اگر اشاره به مصائب آل الله کردیم گمان میکنی که از مصائب حضرات آل الله فضائل آل الله است. چرا؟ یک دلیل فعلا کفایت میکند، مفصل صحبت در این راجع شده است و باز هم اشاره میکنیم، یک دلیل فعلا کفایت میکند. مصیبت، درد، جراحت برای کسی مذلت است که توان بر دفاع نداشته باشد. شاید آنجا هم مظلوم است، اگر کسی را ضربه ای زدند و او نتوانست دفاع کند و قدرت در دفاع ندارد، آنجا شاید بتوانی بگویی که نگو که او ذلیل می شود و خار جلوه می کند، ولی کسی که قدرت کامله الهی در دست اوست، حضرت ولی صلوات الله علیه، صاحبان مقام ولایت تشریعیه و تکوینیه، ولایت عامه و مطلقه، او را اگر دیدی دست بسته در کوچه ها می آید و می کشند او را، بدان حقیقت و حکمتی در ورای آن است. اینجا فضیلت از صبر امام کربلا. وقتی می بینی کسی که زمام همه امور در ید اختیار اوست و خداوند علی اعلا تمام امور را به او داده است و صاحب اختیار عالم است، وقتی در این سرزمین می ایستد مثلا به فرزندش میگوید گران است برای من تو طلبی داشته باشی و جوابی نشنوی، این اشاره به صبر حضرتش، و صبر را میدانید که رأس ایمان است. رأس ایمان است صبر، رأس ایمان است. رأس برای بدن چه موقعیتی دارد؟ یکی از موقعیت ها، مواقف رأس برای بدن این است که هویت بدن را نشان می دهد. شناسه بشر در رأس اوست، چشم و دهان و ابرو، اینها که شاکله شخص را نشان می دهد، چهره او را می شناساند. رأس است، وجه است. صبر برای ایمان رأس است. صبر سید الشهدا روحی له الفدا را حال ببین، وقتی می گوییم رأس ایمان است و سید الشهدا حقیقت ایمان است، همان جایی است که ملائکه به تعجب می آید. مصائب این گونه است. تو نگاهت به مصائب نگاه غلطی است که این گونه استنتاج می کنی. به هر حال سید الشهدا روحی له الفدا از آن جایی که همه کسانی که در پی او هستند حتی نام او را یک بار در عمر خود به زبان جاری کنند،
میگویم به مدد آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا و خوف ندارم حتی کسی که قطره اشکی در زمان حیاتش یک مرتبه چشمانش نمناک در مصائب سید الشهدا شده باشد و فراق کربلای آقا ابی عبدالله همه را دنبال خود میکشد به سمت بهشت و بهشتی میکند، سید الشهدا آنجا هم حضرت ابوالحسن علی اکبر را مصوب به حزن بیشتری درباره آتش خودشان میگرداند. ببینید میان برنامه را. خدا خدا گویم به شادت ره گل ولایت رضا رضا گویم کسی که در آیه های قرآن خدا صلا به نغم قمری به شاخه ها گوید از حالم خبر نداری داری در هستی اثر نداری داری در دلها گذار نداری داری بر اشکم نظر نداری داری روح و روانم راحت جانم جان جهانم رضا دار ندارم باغ و بهارم سوز و گدار رضا رضا جان رضا رضا جان رضا رضا جانم رضا رضا جان رضا رضا جان رضا رضا جانم ولی شکسته ایران ندا توی مولا به درد پنهان به سوز هجران دوا توی مولا رضا رضا جان رضا رضا جان رضا رضا جان صلوات الله علیک مولای ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. هزانی که مشهد مشرف هستند خدمت حضرت سلطان نائب زیاره همه بینندگان برنامه تکیه بین الحرمین باشن، اگر هم مقدور هست شماره تکیه هست پای تصویر ویدیوی ضبط کنید نیابت از همه بینندگان برنامه تکیه بین الحرمین هر جای عالم که هستن برای ما ارسال کنید، ان شاءالله نشر میدیم در صفحه تکیه به ادمین محترم میگم که نشر میدیم. مطلب کجاست؟ مطلب این است که بدانیم مصائب حضرات آل الله عین فضائل حضرات آل الله است، از نقطه قدرت کامله حضرات آل الله، از نقطه ولایت عامه و مطلقه حضرات آل الله. این نگاه را کنار بگذاریم که مصائب غیر از فضائل است، از نقطه اقتدار حضرات آل الله این بیان کاملا ثابت است. آن کسی که میگوید، شاید هم شنیده باشید، شاید آن کسی که میگوید نگو که سید الشهدا در این سرزمین طلب آب کرد و این طلب آب کردن درست نیست، برای نمیفهمد مصائب سید الشهدا چیست.
نمیفهمد چیز. ما که میدانیم تو را تراشیده اند برای القاء بعضی از مفاهیم غلط در جامعه و عامه مردم، ما که میدانیم، ولی بقیه مردم را چه گناهد که بخواهد این اعوجاج در اعتقادات را ایجاد کنی که اگر امامی صلوات الله علیکم یا آل بیت رسول الله امامی صاحب مصیبتی شد، این مصیبت برای او نستجیر به الله آن کلمه را به کار نمیبرند که او میگوید. این فضائل است، مصائب این فضائل است. غرض حضرت سید الشهدا روح الله الفدا آشنا میکنند همه کسانی که بر سر سفره ابی عبدالله نشستند با آن حقیقت مصائبشان که سیر دهند، و الا بیشتر انبیا بر عتش سید الشهدا نمی گریستند. ببینید احوالات موسای کلیم را راجع به بنی اسرائیل در آن روایت بسیار عجیب و غریب که 10 چیز است که امت خاتم را بر بقیه امم خداوند علی اعلی تعالی می دهد. وقتی موسا می پرسد خدایا آن 10 چیز می شمارد تا عاشورا، خدا عاشورا چیز، خداوند علی اعلی می گوید، ببینید روایتش را زیباست، عاشورا چیز. وقتی که حق جل و علا برای موسای کلیم میگوید عاشورا این است و این از روزیست که چه میکنن و اشاره به مصائب سید الشهدا دارد، موسای کلیم از خدا میخواهد خدایا بگذار که خلصین از بنی اسرائیل را، مؤمنین از بنی اسرائیل را رخصت دهم بر حسین گریه کنن تا تعالی مرتبه پیدا کنند، مقامشان بالاتر رود در عبودیت. ختم کلام در یک جمله، بالا رفتن در مقام عبودیت به غیر از گریه بر سید الشهدا نمی شود، برای احدی هم حاصل نشده. از اگر شنیدید کسی، اگر این لو امتناعی باشد راحت ترم، به حقیقت هم نزدیک تر است، اگر شنیدید کسی ادعا کرد که وصول به جایی پیدا کرده است دون گریه بر سید الشهدا، به غیر از گریه بر سید الشهدا، بدانید که هم خودش سر کار رفته است، هم دیگران را سر کار گذاشته است. بل سولت لهم انفسه، گمان می کند به جایی رسیده است. نمی شود، محال است عقلا نقلا و به همه براهین محال است کسی به حضرت حق برسد بدون گریه بر سید الشهدا روح الله الفدا. یکی از ادله آن، یکی از ادله آن، می گویم که فکر نکنی بر ذوق سخن می گویم، نه، مسدد است کلام، الحمدلله و شکرا لمولای ابی عبدالله، مسدد از کلامم به براهیم. یکی از اینها زیارت سید حضرت ابوالحسن علی اکبر از دمک المرتقا، خون تو باعث ارتقا می شود، ارتقا به رسول خدا. ببینید متن زیارت را، یعنی توسل به خون حضرت علی اکبر تو را نزدیک می کند به مقام ختم معاب صلی الله علیه و آله. چه می گویم، چه می شنوی؟ مسئله این است. مطلب مرحوم کمره ای را عرض کردیم و اشاره ای که حقیر داشتم بیشتر راجع به این که سید الشهدا زبان به کام شهزاده علی اکبر گذاشتن. یا امام رضا، هم نگاه به ما و هم به همه بینندگان انشاءالله با این مطالب داشتن، حوائج همه شما مغزی است انشاءالله. مطلب دیگری که مرحوم کمره اشاره کرد این است که همان گونه که رسول حق حسخایی میکنه، همان گونه که رسول حق صلی الله علیه و آله برای امیر المؤمنین با آن کلماتی که در گوش مبارک حضرت مولا فرمودن، به اشاره خود امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه و روایاتی که امیر عوالم با رسول خدا صلی الله علیه و آله سر زیر ملحفه بردن و گفت و شنود شد آنچه که بین حضرت نبی و حضرت ولی بوده است، ضمن این که در بعضی از روایات اشاره به این دارد که حضرت ختمی معاف صلی الله علیه و آله زبان مبارک به کام امیر عوالم نهادند و فرمایش حضرت مولا که باز شد برای من 1000 باب از علم که از هر بابی 1000 باب دیگر باز می شود. 1000 که عرض کرده این بارها، همین امروز با همین عصر تکنولوژی و پیشرفتی که داعیه داران علم دارند و
محق است، پیشرفتی در علم بوده است، غیر قابل انکار است، تجربیات بشری غیر قابل انکار است. همین امروز هم اگر بشماری تمام شاخه های علمیه را به این تعداد نمیرسد، هزار هزار باب علم. حتی آن رشته های خاصی که در بعضی از جامعه ها و دانشجوهای خاص تدریس می شود، آنها را هم ضم کنید، اضافه کنید، هزار هزار نمی شود. به هر عنوان، این فعل حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله اعظم و اشرف انبیا نسبت به امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه، مرحوم کمرعی می گوید سید الشهدا روحی له الفدا، با این فعل مبارکشان در دم آخر، لحظات آخر، خواستن نگاه حضرت علی اکبر را، کلمه نگاه را عفو فرمایید، زیغ خناق لفظ است، برای دک شدن معنا عرض می کنم، آن حقیقت حضرت ابوالحسن را با معانی بالاتری آشنا بفرمایند. خب این مطلب هم زیباست و قابل اعتناست، ولی باز جای کلام دارد که مطلب شسته رفته تر خدمت شما حسینیان داده شود. فاقد چیزی را اعطای چیز میکنن، ما حضرت ابوالحسن را فاقد از معلومات نمیدانیم که سید الشهدا روحی له الفدا بخواهد واجد آن گرداند. این مطلب این شبهه را در پی دارد، شبهه را جواب میدهیم که این سیر سیر مستمر است. بله قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله از مفهوم و مضمون قرآن مطلع است، ولی تشریفات اقتضا می کند جبرئیل وحی و یان باشد، تکرار برای به خاطر سپردن. بله قطعا حضرت ختمی ما به تصریح آیات مبارکات خود قرآن مجید، رسول خدا می داند در قرآن چیست، آیات را می داند، نزول دفعیه صورت گرفته از قرآن بر سینه رسول خدا، باز تشریفات اقتضا می کند جبرئیل وحی باشد، در مواقع مختلف آیات مختلف را نازل کند. اقتضای تشریفات است، گفتن مفسری علما هم بدین مطلب رفتن پذیرفتن، تشریفات لازم است، نه اینکه حضرت ابوالحسن فاقد است. سید الشهدا در استمرار حقیقت علمیه تعالی می دهد فرزندش ثمره فؤادش ابوالحسن علی اکبر را، همان گونه که گفتیم بعضی وقتها سوال برای ندانستن نیست، گاهی وقتها سوال جواب حکمت‌های دیگری در ماورا دارد. ما تلک به یمینه که یا موسی قال هی عصای، میداند چیست، میپرسد که جواب بشنود. نکته زیبا اینجا هست، اهل ذوق گفتند زیباست، همیشه محب و محبوب میخواهند با هم سخن بگویند. همینجا مطلب را با مطلب قبل جمع می کنیم که بدانید مطالب نورانی همه آنها با هم است و معارض هم دیگر نیست. گفتیم چه؟ گفت و شنود فضائل، گفت و شنود مسائل، اینها خود مطلوب است. یعنی اگر در جایی از روایات دیدی که حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها سؤالی از امیر عوالم می پرسند، امیر عوالم جواب می دهد، حضرت ختمی مآب مداخله می کند، روایات مفاخرات نام دارد این گونه روایات، یا این جایی که صحبت از مصائب می شود از کربلا می گوید، امیر المؤمنین می پرسند، حضرت جواب می دهند، برای صدیقه طاهره می گوند، تمام اینها اقامه مجلس مصیبت است که خود این مطلوب است. خود گفت و شنود فضائل مطلوب است، گفت و شنود مصائب که عین فضائل است مطلوب است، و حضرات حجت الله، حضرات اولیاء الله صلوات الله علیهم اجمعین اقامه مطلوب می کنند. چرا که این مطلوب را حضرت حق می پسندد، همان گونه که استغفار می کند، چرا که حضرت حق می پسندد. مطلب قدری غامض است، مطلب عمیق است. عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان، هدیه محضر ابو الحسن رضا، هر جا هستید صلوات خط کنید. یا علی مدد زیت کربلا و صوت العقیله تجول بخاطر و دمعی اسیله حرائر کربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور المآتم نوايب كربلا صغير
صرخت يتيمة ترن بموضجيتي لحن الهضيمة.